دوستان درود بر شما خرمالو میوه نارنجی رنگ و خوشمزه پاییزی باید در زمان مناسبی از روز خورده شود در غیر این صورت میتواند عوارضی برای بدن داشته باشد این میوه بومی چین است که با طعم شیرین و دلپذیری شناخته می شود. خرمالو در لیست مواد غذایی فوق قرار دارد زیرا حاوی مقادیر بالایی از مواد مغذی، ویتامین ها، مواد معدنی، آنتی اکسیدان ها و ترکیبات زیست فعال است. خورمالو را هرگز صبح زود و به صورت ناشتا با معده خالی نخورید. خوردن خورمالو زود هنگام با معده خالی ممکن است علائمی مانند تهوع و استفراغ ایجاد کند. بنابراین ترجیحاً خورمالو را در طول روز به عنوان میان وعده مصرف کنید. چرا که بهترین زمان خوردن خورمالو در طول روز با با فاصله از ابتدا و انتهای روز است. همینطور در اواخر شب خورمالو نخورید چرا که خوردن غذاهای مانند خورمالو در اواخر شب نیز میتواند باعث افزایش قند خون شود در نتیجه این امر باعث افزایش انرژی در بدن و خواب ناکافی می شود فراموش نکنید که مصرف زیاد خورمالو میتواند باعث مشکلات جدی گوارش و روده شود چرا که بدن نمی تواند تعداد زیاد خورمالو را به طور همزمان هضم کند خورمالو می تواند با برخی از داروها واکنش نشان دهد به عنوان مثال داروهای فشار خون بالا که لخته شدن خون را کند می کند. این داروها با خورمالو واکنش نشان می دهد. علاوه بر این مطالعات نشان می دهد که خورمالو ممکن است زمان انعقاد خون را تغییر دهد. بنابراین از مصرف خورمالو در کنار این داروها خودداری کنید. اگر داروی خاصی مصرف می کنید، حتما قبل از مصرف خورمالو با پزشک خود مشورت کنید. خوردن خورمالو می تواند سلامت قلب، چشم و پوست را بهبود بخشد و به جلوگیری از خطر ابتلا به سرطان، دیابت و بیماری های قلبی کمک کند. خورمالو حاوی انواع مختلفی از ترکیبات زیست فعال است که می تواند ایمنی بدن شما را تقویت کرده و سلامت کلی را حفظ کند. اگر میخواهید بدانید که آیا خانم باردار می تواند خورمالو بخورد یا نه، پاسخ بله است. خوردن خورمالو در دوران بارداری بی خطر است. از آنجایی که خرمالو دارای مواد مغذی و ویتامین های زیادی است برای سلامتی مفید است خرمالو برای سلامت پوست عالی است و این خاصیت به دلیل وجود ترکیبات زیست فعال مانند آنتی اکسیدان ها در خرمالو است این آنتی اکسیدان ها از آسیب های ناشی از نور خورشید در پوست جلوگیری می کنند جای زخم را کاهش می دهد التهاب را کاهش می دهد و بافت کلی پوست را بهبود می و جالب این است که خورمالو غذای سالمی برای افرادی است که دیابت دارند خورمالو جزو میوههایی است که شاخص گلیسمی پایین و فیبر غذایی بالایی دارند بنابراین از افزایش بیش از حد قند خون جلوگیری میکنند همچنین آنتی های موجود در خورمالو از استرس اکسیداتیو که باعث بیماری های مزمن مانند دیابت می شود جلوگیری می کند. خورمالو یک غذای سالم برای قلب است. فیبر غذایی موجود در خورمالو باعث کاهش کلسترول، در بدن می شود و آنتی اکسیدان موجود در آن از بیماری های قلبی جلوگیری می کند. این میوه سلامت کلی قلب را حفظ می کند. اما سوال مهم این است که روزانه چند عدد خورمالو می توانیم بخوریم. بهتر است بیش از یک خورمالو یا 100 گرم میوه در روز مصرف نشود. چرا که مصرف زیاد خورمالو ممکن است منجر به انصداد روده، حالت تهوع و استفراغ و دیگر مشکلات گوارشی شود. خرمالو حاوی مقادیر بالایی از ویتامین های مناسب برای کلیه است و حاوی آنتی اکسیدان هایی است که می توانند استرس اکسیداتیو روی بسیاری از اندام ها از جمله کلیه ها را کاهش دهند. دقت داشته باشید که خرمالو سمی نیست. با این حال مصرف آن در مقادیر زیاد توصیه نمی شود. و نکته آخر اینکه که خرمالو باعث ایجاد سنگ کلیه نمی شود چرا که دارای مقدار ملایم و است. همچنین با جلوگیری از استرس اکسیداتیو سلامت کلیه را ارتقا می دهند. اگر شما هم تجربه در این مورد دارید لطفا در قسمت کامنت ها با ما و دیگر دوستانتان به اشتراک بگذارید و برای حمایت از ما لطفا حتما این ویدیو را لایک کنید.